آناهیتا دختری از تخت سلیمان. همان لحظه اول صورت کوچکش را میان آن جمعیت منتظر تاج گل به دست تشخیص دادم. با آنکه تا قبل از آن هرگز او را از نزدیک ندیده بودم، برایش دست تکان دادم. با لبخند ملیحی پشت شیشه ایستاده بود و مرا که دست پاچه به دور ریل چمدانها میگشتم تعقیب میکرد. صاحب آن چشمان جادویی نامش آناهیتا بود. هیجان وصف ناپذیری داشتم که ناشی از پا گذاشتن بر خاک ایران بود. در مورد خودم باید بگویم که نامم ژان مارتین است و 32 سال دارم. به رغم جوانی شغل بسیار مناسبی در موزه لوور دارم که حاصل علاقمندی و پشتکار و مدارج تحصیلیم است. غالبا به خاطر اجبار کار و یا هدف شخصی به شهرها و کشورهای دور سفر می کنم تا از نزدیک با تاریخ و رموز آن آشنا شوم. در مورد ایران مطالعات زیادی داشتم ولی تا پیش از آن مجال سفر مهیا نشده بود. لازم به توضیح نیست که پادشاهی کهن ایرانی یادگارهای تاریخی و باستانی فراوانی بر جای گذاشته که نه تنها من بلکه عموم را برای بازدید کنجکاو می کند. ولی باید برایتان اعتراف کنم هدف اصلی سفر من دیدار از منطقه‌ای بود که مدت‌ها فکرم را به خودش مشغول نگه داشته بود. معبدی به نام تخت سلیمان در شمال غربی ایران. شیفتگی عجیب من برای بازدید از این منطقه برای خودم نیز قابل درک نبود. اطلاعات دقیق و ثبت شده تاریخی یونسکو از معبد و زندان سلیمان تا دریاچه یا همان چشمه اسرارآمیز با عمق 120 متر یک طرف، گزارشات عجیب بازدید کنندگان و ساکنان بومی از اتفاقات ماورالطبیعه و مشکوک آن، از سوی دیگر چیزهایی بود که مرا دیوانوار به سمت خود می کشید. در گیر و دار تدارک برای سفر و به اشتراک گذاری آن در فضای مجازی، پیامی از سمت شخصی دریافت کردم که خودش را آناهیتا معرفی کرد و گفت که آنجا را خوب می شناسد و حاضر است که در سفر همراهیم کند. تشابه نامش با معابد باستانی ایرانی برایم جالب بود. همینطور چهره خاص و منحصر به فردش در یک قاب کوچک بر صفحه مجازیش. حالا من به تهران رسیده بودم و او با همان چهره که وصفش را گفتم به استقبالم آمده بود. گفت: به سرزمین من خوش اومدی. مانند تمام مردان جنتلمن فرانسوی دو طرف گونه اش را بوسیدم، ولی همان لحظه به خاطر عطر دست ساز پاریسی که برای او سوغات آورده بودم خجالت کشیدم. این دختر سبز رو با آن چشمان درشت سیاه و آن اندام پر انحنا چه بوی عجیبی می داد. او خوشبوترین صورت عالم را داشت. شما می توانید من را به خاطر اعتقاد به عشق در نگاه اول استهزا کنید، ولی باید بگویم که این به واقع برای من که همیشه آن را نقد می کردم در آن روز تابستانی در ایران اتفاق افتاد. فرودگاه چند کیلومتری با تهران فاصله داشت. با اصرار من به میدان آزادی رفتیم و من چند عکس و سلفی از خودم و آناهیتا که هنوز پرده ایشان بینمان بود گرفتم
و سریعاً در تمام صفحات مجازیم به اشتراک گذاشتم. پیرمردی در گوشه‌ای از میدان چیزی می‌فروخت. رو به آناهیتا چیزهایی می‌گفت که باعث شد بخندد و یکی از اجناس او را بخرد. آقا تونه واسه آقای خارجی تو لیف بخر. پشت مرد تو لیف بکشی تا یه هم نوکری تو میکنه دختر. جوانی آن طرف در داد میزد. شاد خارجی، شاد خارجی، شاد ایرانی، شاد ایرانی، بودو بیا، شاد شاد. ماشین آناهیتا یک خودروی SUV آخرین سیستم و گران قیمت بود. پس از گشت کوچکی در میدان آزادی به جاده زدیم. تهران تا اتوبان کرج به قزوین ترافیک سنگین بود، ولی به سمت قزوین جاده خلوت‌تر شد. متوجه شدم که آناهیتا از نویگیشن استفاده نمی‌کند. از او پرسیدم مسیر رو بلدی؟ خندید و گفت تمام مسیر رو بلدم، نگران نباش. از الان تا تخت سلیمان 4 ساعت و 48 دقیقه مونده. فکر کردم شوخی میکند. خندیدم، ولی وقتی چک کردم متوجه شدم که کاملا درست گفته. برای اینکه حرفی زده باشم گفتم میبینی این روز آدم ها چقدر به تکنولوژی وابستن. اشکالش چیه؟ خب شاید قدیما همه چی صمیمی‌تر بود. بیشتر کتاب می‌خوندی، بیشتر دوستاتو می‌دیدی. چه می‌دونم، ارتباط نزدیک‌تر و واقعی‌تر بود. من که همیشه در میان دوستان و آشنایان به اعتماد به نفس بالا در معاشرت و سخنوری شهره بودم، حالا در کنار این دختر زیبا دست و پایم را گم کرده بودم. انگار فقط دلم میخواست چیزی بگویم تا حرفی زده باشم. حرفای خامی بود که از دهانم بی اراده بیرون میریخت. من در طول مسیر ندیدم که او عطرش را تمدید کند، ولی رایحه خوشبویی که از او می آمد هر لحظه بیشتر و مطبوع‌تر می شد. لبخند زد و گفت پس تو به قرقروهای تاریخ تعلق داری؟ منظور چیه؟ خب بشر همیشه در طول تاریخ سعی کرده ابزارهایی بسازه که زندگی رو براش راحت تر کنه، مثل چاقو، چرخ، اهرام. خب الان همه چیزایی که لازم داریم تو جیبمونه. هواشناسی، اخبار، دوستامون، قطب نما، ماشین حساب، تمام مقالات و کتابخونه های دنیا، فروشگاه، تقویم، پستخونه. معلومه که همش سرمون باید پایین باشه. در دفاع گفتم ولی کتاب و معاشرت نزدیک با دوستا یه چیز دیگه است. معاشرت با دوستا از نزدیک عالیه، ولی اگه اینترنت نبود مجبور بودی با یه عده محدود به جبر مکان معاشرت کنی. الان ببین منو پیدا کردی. دوستای دبستان تو داری، هنوز با بعضیا نزدیکتری و با بعضیا دورتر، ولی همه رو میبینی. چه اشکالی داره اگه حتی وقتایی که سرت شلوغه با فرستادن یه صورت زرد خندون کسی که یه روزی اونو میشناختی و الان اون ور دنیاست خوشحال کنی؟ قرقرو نباش. دوباره خندید. کتابم آنلاین بخون، بهتر از اینه که جنگلا رو واسه کاغذ صاف کنی. عجیب احساس بلاهت می کردم، ولی بادی به غبغب انداختم و گفتم نور صفحه LCD زیادش واسه چشم ضرر داره. خندید. در طول مسیر حین رانندگی پنجره را باز گذاشته بود و باد شالش را از سرش انداخته بود. گفتم مگه قانون کشور اسلامی اینجوری نیست که باید شال و حجاب بر سر داشته باشی؟ نگاهم کرد و گفت قانونیه که فقط با چماق و ترس رعایت میکنم، اینجا که پلیس نیست. خواستم کمی در برابرش منور الفکر به نظر بیایم،
گفتم من یک کاتولیکم، البته خیلی مذهبی نیستم، ولی فکر میکنم باید به تمام ادیان و اعتقاداتشون احترام بذاریم. آناهیتا هیچ نگفت، فقط نگاهم کرد، بعد گفت گرسنه نیستی؟ اینجا رستوران خوبیه. آناهیتا ماشین را کنار یک رستوران لب جاده پارک کرد. هوا گرگومیش بود. سگی با پستانهای آویزان آن طرف تر نشسته بود و به ما نگاه میکرد. دو مرد درشت و سیبیلو شبیه به هم پشت میز دیگری روبروی هم نشسته بودند و تخت نرد بازی میکردند و من با اینکه زبانشان را نمیفهمیدم متوجه شدم که برای هم کری میخوانند. عدد تو یغشتره، تو یغشتره ست تخت واینان درسن که. ما میزی همان نزدیکی انتخاب کردیم. بوی کباب می آمد. از او خواهش کردم که تا من به سرویس دستشویی می روم به سلیقه خودش غذا و مخلفات را سفارش دهد. وقتی برگشتم دیدم که مرد سیبیلوی دیگر که پشتش به ما بود جایش را عوض کرده و کنار مرد سیبیلوی دیگر نشسته. تخت نرد را بسته اند و هر دو به آناهیتا زل زده اند، جوری که حتی حضور من هم آنها را معذب نکرد. آناهیتا انگار که مغزم را خوانده باشد گفت عامل بازدارنده ترس یا احترام و غیر از این نیست. گفتم منظور چیه؟ اون سگ را میبینی؟ اون گوشه نشسته و جلو نمیاد؟ آره میبینمش، به نظر گرسنه میاد. آره معلومه که طول شیر میده، گرسنه شو میخواد بیاد جلو، هرچی دوست داره برداره و بره، ولی ترس ناشی از عقل یا تجربهش مانع میشه که برای ارضای غریزه گرسنگی حمله کنه، پس کنترلش میکنه. ولی اون دوتا مرد سیبیلو از من و تو نمیترسن، پس به ندای غریزهشون جواب مثبت میدن و منو خیره نگاه میکنه، و چون با معنای احترام به حقوق دیگران آشنایی ندارن هیچ عامل بازدارندهی باقی نمیمونه. احترام واژه بزرگیه که انسان متمدن قرن 21 هنوز در مورد وسعت تعاریفش دچار نقصانه. ولی به صورت کلی میشه گفت احترام یعنی کنترل غرایزی که به نوعی فیزیکی یا روانی به کسی آسیب برسونه. با سر حرفشو تایید کردم. چند ثانیه ساکت شد و ادامه داد همانطور که نمیتونی روی تمام اغذیه فروشی‌های شهر چادر بکشی و بوی غذا رو کنترل کنی با این توجیه که شاید کسی گرسنه باشه و در صورت حمله فرد گرسنه اغذیه فروشی مقصره، نمیتونی نیمی از جمعیت رو مجبور به پوشیدن حجاب کنی تا مردی به فرمان غریزه‌اش به زنی حمله نکنه. نیمی از جمعیت رو که مرد باشن کمتر از حیوان تصور کردی. یعنی زنای محجبه مردان رو در کنترل غرایز ناتوان تصور میکنن و مردان زنان بیهجاب رو محکوم به آزار و تعرض میبینن. با این توصیف به نظرت اون جامعه میتونه متمدن و عالی فکر کنه؟ قبل از اینکه بخواهم حرفی بزنم غذا رسید و آناهیتا تمام کبابش را برای سگ برد. مرد صاحب رستوران که خیلی دلخور شده بود زیر لب قرو لندی کرد. آن دو مرد سیبیلو هم با استهزا و خنده چیزی گفتند. هده چهره از سنین دسترانان ایتیار دا غذاستون. سگ را دیدم که دم تکان داد و غذا را با خود برد. به آناهیتا پیشنهاد دادم تا دوباره غذا سفارش دهد، ولی گفت که گیاهخوار است و از اول غذا را برای سگ مادر سفارش داده بود. بعد هم به آرامی مشغول خوردن نان و زیتون شد. به جرأت می توانم بگویم که آن کباب و برنج زعفرانیش یکی از خوشمزه ترین خوراک هایی بود که تا آن روز امتحان کرده بودم. پس از صرف غذا دوباره سوار ماشین شدیم و از زنجان به مقصد بیجار و تکاب به راه افتادیم. هوا خنک شده بود و جاده آرام بود. گفت جان دوست عزیز کاتولیکم،
ادیان بر پایه ترس بنا شدن، نه احترام. بعد دستش را بر روی گونه ام کشید. آه که این دختر شرقی چقدر اغواگر بود. گفتم اسمت قشنگه، کی این اسم رو برات انتخاب کرده؟ پدر یا مادرت؟ نگاهم کرد و جواب نداد. چند دقیقه بعد گفت: آناهیتا بانوی نبود که تنها متعلق به داخل مرزهای ایران باشه. اون ورای مرزها پرستندگانی داشت که اونو می ستودن و نامشو به شهرها و معابدشون می زاشتن. معابد آناهیتا همگی بدون سقفن تا ملکه زمین با پادشاه آسمان پیوسته روبرو باشند. باز دوباره مدتی ساکت ماندیم. آناهیتا چشمانش به جاده بود و هیچ نمی گفت. گفتم: آناهیتا بذار بقیه راهو من رانندگی کنم. بدون هیچ حرفی به کنار جاده راند و جای من عوض شد. پس از آن بود که نگاهش به جاده بود و دست چپش بر روی پای راست من. از جاده خسته شده بودم ولی دلم میخواست صدای آهنگین آناهیتا در گوشم باشد. گفتم: مثلا داستان گنجی که مخهای زرتشتی برای حفاظت ازش ته دریاچه انداختن، اینکه هیچ کس نتونسته عمق واقعی اون رو پیدا کنه و غالب اکتشافگرها اونجا به صورت مرموزی میمیرن، یا نیروی مغناطیسی اطرافش که توریست‌های اروپایی برای باز شدن چاکرا موافق عقربه‌های ساعت دورش میچرخند. حرفم را قطع کرد و گفت: پس گوش کن، میگن که تخت سلیمان زادگاه زرتشت پیامبر ایرانی است. میگن در سال 36 قبل میلاد کلوپاترا و آنتونیو سرباز مقتدر یونانی این شهر رو محاصره میکنن. موقعی زرتشتی هم که احساس خطر میکردن تمام گنجینه های ارزشمند موجود در آتشکده ها و معابد رو به دریاچه ریختن تا از شر مهاجمان در امان بمونه. هنوز خیلی ها به دنبال گنج به عمق دریاچه میرن ولی کسی زنده بر نگشته. باید بگم اینجا اصلا دریاچه نیست، یه چشمه بزرگ با دیوار آهکیه که شبیه یه تنگ بزرگ با عمق خارق‌العاده است. هیچ موجود زندهی توش زندگی نمی کنه. تنها تو سطح آب چند تا ماهی قرمز داره که احتمالاً توریستا و بومی ها توی آب انداختن. این شهر در طول زمان اسمای مختلفی داشته. تخت سلیمان اسمیه که ایرانیا روش گذاشتن تا از حمله اعراب مسلمون جون سالم به در ببره. بعضیا معتقدن که در این نقطه جغرافیا مغناطیس زمین باعث باز شدن چاکراها و روشنبینی و علم جهان هستی و جهانهای دیگه میشه. همانطور که به جلو خیره بود دستش روی پایم بود، لبخند زد و ساکت شد. گفتم: تو اینا رو باور میکنی؟ باز هم لبخند زد و هیچ نگفت. بالاخره به هتل رسیدیم. هتلی شیک و مجلل مفروش به فرش ایرانی و چراغ‌های بزرگ کریستال. ما از قبل دو اتاق رزرو کرده بودیم. دو اتاق کنار هم در طبقه سوم. آناهیتا به سمتم چرخید و چشمان جسورش را بر چشمانم دوخت و گفت: الان باید جایی برم، فردا توی نور روز وقت کافی برای گشت و گذار داری. لحنش از همیشه جدی‌تر بود ولی من اصلا دلم نمی‌خواست که لحظه ای را در آن سرزمین بی او بمانم. گفتم: آناهیتا هر کجا که میری منم تو را همراهی می‌کنم، لطفاً. پرسید: ژان مارتین، واقعا مطمئنی که میخوای با من بیای؟ اگه بیای هیچ راه برگشتی برات وجود نداره. من که هیپنوتیزم آن چشمان بیپروا شده بودم سریع جواب دادم: هر کجا که تو باشی. دستم را کشید و با هم بیرون دویدیم.
در راه شالش بر زمین ماند. به دریاچه تنگ مانند رسیدیم. مرا با خود به داخل آب برد. تازه دستم را به دور کمرش حلقه کرده بودم که زیر پای ما خالی شد. ما وسط تنگ بودیم. خواستم به سطح آب بیایم و نفس بگیرم، ولی آناهیتا نمی گذاشت. با نیروی عجیبی مرا به عمق تنگ بیماهی می برد. نفسم تمام شده بود. همینطور به پایی می رفتیم. تلاشم برای رسیدن به سطح آب بی حاصل بود. آناهیتا با نیروی ماورایی مرا به داخل آب سیاه و تاریک می کشید. احساس کردم بدنم منفجر می شود. سلول های مغزم می ترکد. ریه هایم پر آب بود. انگار آناهیتا میله هایی از سرب داغ به بینیم داخل کرده بود و مرا پایین تر می کشید. صدایش از جایی می آمد. رها کن، مغزت را بکش، در این سیاهی بمیر تا دوباره با مغزی پاکیزه زاده نور شوی. در این سیاهی بمیر. من احساس کردم که با زجر زیادی خفه شدم و مردم. ناگهان آب نقره‌ای شد و حال من از حالت شکنجه و بی اکسیژنی به حالتی خلسگون بدل شد. دست و پایم را تکان دادم. مانند اجداد آبزیم نعشه در آب دست و پا تکان می دادم. بی وزن و رها. آناهیتا را دیدم که همچنان به عمق آب می رود. بدنش رفته رفته طلایی می شد. چیزی به من گفت که نفهمیدم. به دنبالش به عمق آب شنا کردم. انگار دنبال چیزی بود و من هم به دنبال او. آب روشنتر و طلایی تر می شد و من در عمق آب گنج مغان را دیدم. خودم را به آناهیتا رساندم. دست در دست به گنج نزدیک می شدیم. صدای آناهیتا در آب می پیچید. چیزی می گفت. رها از ترس مکافات به نام انسانیت. آناهیتا زودتر از من به عمق رسید. به درون گنج شیرجه زد و بدنش از سر و شانه شروع به حل شدن در گنج کرد و طلایی شد. پایش را گرفتم. لگدی به سینه ام زد و تماما طلا شد. او به داخل گنج رفت. انگار همیشه به آنجا تعلق داشت. صبح من خسته و خیس تنها بر خشکی افتاده بودم. هیچ کس آنجا نبود. آناهیتا هم نبود. دور خودم چرخیدم. پیاده و کشان کشان به هتل برگشتم. وارد هتل شدم. مرد جوان یونیفرم پوشی گفت: آقا، حالتون خوبه؟ چیزی احتیاج دارید؟ به دنبال آناهیتا میگشتم. هیچ کس او را ندیده بود. هیچ کس او را یادش نبود. ماشینش آنجا نبود. چمدان و لباسهایش هم نبود. گوشیم را چک کردم. حتی صفحه مجازیش هم نبود. چت‌های من هم نبود. حتی در عکس‌های سلفی من در میدان شهیاد تهران هم نبود. انگار آناهیتا هیچ وقت هیچ کجا نبود. به فرانسه برگشتم. حال خوشی نداشتم. میل به خوردن و آشامیدن در من مرده بود. انگار چیزی درونم جام می گرفت و روش می کرد. مادرم نگران بود. در منزل من مانده بود و از من رنجور پرستاری می کرد. مادرم مرا به تمامی نوامیس دنیا قسم داد که به دیدار کشیش آلبرت بروم. برای رضایت خاطرش پذیرفتم. کشیش آلبرت پس از شنیدن وقایع از زبان من انگار ترسیده باشد. شمعی روشن کرد و نفس عمیقی کشید و گفت:
کلام خدای پدر تو را از شر شیطان نگه دارد پسرم. شیطان برای نفوذ به هر شخص روش خودش را دارد، گاه با طمع قدرت و ثروت، گاه به صورت زنی اغواگر و فریبنده در رویای شخص مؤمن ظهور میکنه تا روح ضد مسیحشو در جسم او بدمه. خیلی طبیعیه که برای تو که مردی جوان و خوش سیما هستی بدین صورت ظهور کنه. فرزندم، میدونم که به روحت لطمه زده و خواب و خوراک رو ازت گرفته. این مورد بسیار بغرنجه. بعد چیزهایی خواند و آب مقدس به صورتم پاشید و برایم دعای خیر کرد و گفت: این مورد خاص رو به پدر اعظم گزارش خواهم کرد و قرار ملاقاتی برایت ترتیب خواهم داد. از کلیسا که بیرون می آمدم دیگر می دانستم که چه هستم. آنچه در من روش کرده بود خود من شده بود. من خود اهریمن کلیسا بودم. سگی با سینه های شیرده آنجا نشسته بود و من را نگاه می کرد. برایش از اغذیه فروشی غذا خریدم. برای من و آناهیتا دم تکان داد و غذا را برد.